درود بر شما دوستان عزیز، من حمید اصلی هستم از دفتر هوئی یوریس بیرو. چند هفته پیش ویدیویی رو حاضر کردم در مورد دیدگاه جدید سوئد و رفتار نادرست و غیر انسانی جمهوری اسلامی با افرادی که چه در ایران و یا در خارج از ایران مشغول مبارزه با جمهوری اسلامی هستند. بعد از پخش این ویدیو سوال‌های زیادی رو دریافت کردیم و من سعی می‌کنم با کمک این ویدیو جوابگوی چند تا از سوال‌های مهم شما باشم. لطفاً اینو در نظر بگیرید که شما همیشه میتونید سوال‌های خودتون رو چه از طریق فیسبوک و یا اینستاگرام دفتر بپرسید، ولی من از شما خواهش میکنم که این رو در نظر بگیرید که سوال‌ها زیاد هستن و ما همیشه سعی میکنیم که چه دیر چه زود تمام سوال‌های شما رو بتونیم جواب بدیم. خب پس بریم به سوال اول برسیم. دوست عزیزمون میپرسه آیا این فایل به ایرانی‌ها کمک میکنه که اقامت بگیرن؟ جواب من به این دوست عزیزمون خیر. این فایل به تمام ایرانی‌ها نمیتونه کمک کنه. این اطلاعات مربوط به ایران که از سوئد انتشار شده، این رو نمیگه که هر ایرانی واسه ایرانی بودنش میتونه اقامت بگیره. شرایط ایران از نظر اروپایی‌ها و سوئد به این طور نیست که هر فردی به خاطر هویت ایرانی بودنش بهش اقامت بدن، بلکه اداره مهاجرت سوئد شرایط‌های مختلفی رو بررسی می‌کنه تا به این برسه که آیا اقامت میشه داد به این پناهجو یا نه. به نظر من اولین و یکی از مهمترین مرحله‌ها اعتبار صحبت‌های یک پناهجو هست. مثلا با جزئیات صحبت کردن در یک جلسه پناهندگی در اداره مهاجرت. دومی مرحله مهم نیت فعالیت‌های یک پناهجو است. یعنی واسه چی این کار رو کرده؟ هر فعالیتی باشه، سیاسی یا دینی. چی رو خواسته به دست بیاره؟ چطور فکر کرده درباره این موضوع وقتی میدونه که ریسک های زیادی هست وقتی این کار رو میخواد بکنه؟ بریم به سوال دوم. سوال دوم این است که کاربرد این اطلاعات جدید چیه؟ کاربرد این اطلاعات جدید چیه؟ ببینید، قبل از اینکه این اطلاعات منتشر بشه، اداره مهاجرت سوئد، دادگاه های سوئد به این طور قضاوت می کردن که جمهوری اسلامی فقط به فقط دنبال رهبرها و افراد کلیدی که توی یک حزب یا توی یک گروه هستن علاقمند هستن، کسایی که تک و تنها فعالیت می کردن توی فیسبوک یا اینستاگرام زیاد مهم نبودن براشون. ولی الان ما با کمک این اطلاعات جدید از جمهوری اسلامی میدونیم که سوئد قانع شده که جمهوری اسلامی خیلی هم حساب میبره از ایرانیایی که خارج از کشور فعال هستند، مخصوصا اونایی که بشارت میدن و تبلیغ میکنن درباره دین مسیحیت مثلا و فعال هستن در مورد فکر سیاسی خودشون توی به اصطلاح فیسبوک یا اینستاگرام. سوال سوم دوستمون میپرسه که الان پناهجوهایی که سیاه زندگی میکنن اونها چی کار میتونن بکنن با این اطلاعات جدید، حتما به خاطر اینکه کیسشون بسته شده. شما دوستانی که کیستون بسته شده و دیگه نمیتونید شکایت بکنید، اگر شرایطی دارید که درست بررسی نشده، شما باید با وکیلتون صحبت کنید که وکیل این شرایط رو براتون چک بکنه. مثلا
شماها که فعالیت‌های سیاسی می‌کنید و فعال هستید در فیسبوک، در اینستاگرام، و دولت سوئد، اداره مهاجرت قبلا این شرایط رو قبول نکرده، شما باید دوباره با وکیلتون صحبت کنید. بعد از اینکه دولت سوئد این اطلاعات جدید رو انتشار داد، من و همکارای عزیزم تصمیم گرفتیم که ما هم از طرف خودمون به تمام موکلهای دفتر که تا الان حقشون خورده شده کمک کنیم. واسه همین پروژه هوی رفورم پروژکت رو حاضر کردیم. تو این پروژه ما تمام موکلهای دفتر که نتونستیم بهشون کمک کنیم چون سوئد فعالیتاشون رو قبول نمی کرد، تماس میگیریم و به طور رایگان به اونها کمک میکنیم. ما به این دوستان کمک میکنیم که با توجه به فعالیت‌هایی که توی سوئد دارن و با کمک این اطلاعات جدید بتونن یک کیس جدید ارائه بدن به اداره مهاجرت. شما هم اگر موکل دفتر بودید و نتونستید نیاز پناهندگیتون رو ثابت کنید و هنوز فعال هستید و اگه ما باهاتون نتونستیم تماس بگیریم، لطفاً شما با ما تماس بگیرید که ما شما رو وارد پروژه هوی رفورم پروژکت بکنیم. واسه همه شما دوستان عزیز آرزوی موفقیت دارم. سپاس از لطفتون.